سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. حتما تا به حال تصاویر زیادی از زنان دوره قاجار به ویژه دوره ناصری دیدید و شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که چرا اون زنان تا این حد چاق و فربه بودند؟ یکی از دلایلش علاقه مردم به زنان چاق بوده. در روایت‌های عامیانه از تاریخ، حتی در برخی برداشت‌های محققانه، بسیار شنیده‌ایم که ایرانیان در گذشته افراد چاق را بیشتر می‌پسندیدند. ماجرا حتی پیشتر میره و به اینجا میرسه که چاقی در گذشته یک پدیده زیبایی شناسانه به شمار میومده. از همین رو نتیجه میگرفتند که زنان و مردان چاق در عرصه دلربایی گوی سبقت از دیگران رو میرو بودند. طایفه قاجار آخرین سلسله ترک تبار حاکم بر ایران بودند که حکومت اونها به دست رضاخان پهلوی برانداخته شد. در زمان قاجار هم مانند سایر طوایف ترک زمامدار حکومت ایران، چاقی یکی از ملاک‌های زیبایی و دلربایی زن به شمار می‌رفت. البته این مسئله در زمان قاجار به اوج خودش رسید و مردان قاجار بیش از سایر سلسله‌های ترک به این موضوع اهمیت می‌دادند. در زمان‌های قدیم پیش از رنسانس، چاقی در کشورهای غربی نشان از ثروت و مکنت بود و اینطور تلقی می‌شد که افراد چاق توانایی خوب خوردن و چاق شدن را به واسطه ثروتمندی دارند. این مسئله تا جایی در میان طبقه اشراف غرب حائز اهمیت بود که حکام و ثروتمندان پس از صرف غذا به عمد مثلا با بردن انگشت به حلق کل غذای خورده شده رو برمیگردوندن تا معده خالی بشه و از نو به خوردن بپردازن. در مقابل فقرا هیکل‌های نحیف و لاغری داشتند که ناشی از عدم بضاعت مالی و صرف غذاهای مناسب تلقی میشد. اما چاقی در میان قاجاریان نوعی زیبایی برای زنان به شمار میرفت، چنان که با دقت در عکس‌های بجامانده از آن دوره درمیابیم که تعداد زنان چاق بسیار بیشتر از مردان فربه بوده. ایرانیان ملاک زیبایی زن رو به جای صورت به چاقی او می‌دونستند و همواره زنان فربه از محبوبیت بیشتری در دربار شاهان قاجار برخوردار بودند. کارلا سرنا، نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی، پس از دیدار با انیس‌الدوله در سال 1294 هجری قمری در خاطرات خودش نوشته: بسیار چاق و درشت‌اندام است و غذای زیادی می‌خورد. حتی به من خورده می‌گیرد که لاغر و خشکیده‌ام. می‌گوید مردان ایرانی زنان چاق را دوست دارند و هر چه زنی فربه‌تر باشد نزد شوهرش عزیزتر و مقرب‌تر هست. همچنین نقد کردند که روز یکی از اشرافزادگان اروپایی در این باب از شاه قاجار سوال می‌کند و جویای علت می‌شود که چرا زنان چاق در دید او زیباترند و شاه قاجار در پاسخ می‌گوید: شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت می ستانید یا استخوان؟ در میان همین زنان چاق، علاوه بر شکم بزرگ، داشتن قبقب هم یکی از مهمترین زینت‌های زن به شمار می رفته و باز نقل می کنند که انیس‌الدوله که زیباترین زن عهد قاجار با معیار آن زمان به شمار می رفته، دارای قبقبی بسیار بزرگ و به اصطلاح هفت طبقه بوده. یوجین اوبین، سفیر فرانسه در ایران در روزگار حکومت قاجار، در کتاب سفرنامه‌ها و بررسی‌های سفیر فرانسه در ایران وقتی از سفره ایرانی سخن به میان می‌آورد، سفره‌ای را توصیف می‌کند که مجموعه‌ای از خوراک‌ها و تنقلات چرب سراسر اون را پوشانده. او از علاقه ویژه ایرانیان روزگار قاجار به غذاها و خوردنی‌های چرب روایت می‌کند و در این میانه بر علاقه فراوان زنان به این گونه غذاها بیشتر تاکید می‌ورزد. علاقه ایرانیان به غذاهای چرب را می توان در سفرنامه‌های دیگر جهانگردانی که در دوره‌های صفوی و قاجار به ایران آمدند هم به روشنی دید. ریدک خوش‌آرزو، غلام خاص خسرو پرویز، زیبایی زن را چنین وصف کرده: زیباترین زنان و جذابترین زنان آن است که نه کمسال و نه بزرگسال باشد، نه دراز بالا و نه کوتاه قامت، نه لاغر و نه فربه. خوش قامت، زیباروی، خوش اندام، با پیشانی صاف، کمان ابروان و بادامی چشم، خوشخنده، چانه گرد، کمگوی و با شرم. ژان شاردن، تاجر و سیاح فرانسوی و از مقربان دربار شاه عباس دوم صفوی، در جای می نویسد: قد و قامت زنان ایرانی در جامعه خاص خودشان رشیدتر و فریباتر از بالای زنان ما می نماید. شاخص‌ترین نکته دریافت شده از منابع در دسترس سفرنامه ای آن است که زنان ایرانی اندامی متوسط و صورتهایی گرد و کمی فربه داشتند و البته در برخی اجزا مثل شکل بینی یا فرم پاها گاهن تناسبها همخوانی درستی نداشته. جیکوب ادوارد پولاک، پزشک خاصه دربار ناصرالدین شاه، در سفرنامه خود ایران و ایرانیان می نویسد:
زن ایرانی متوسط القامه است. نه لاغر و نه فربه. چشمانی دارد درشت، گشاده و بادامی شکل. با چهره گرد سخت مورد ستایش است و شاعرها آن را ماهرو اصطلاح می کنند. شاردن باز هم اشاره قابل توجه دارد که شاید پاسخگوی برخی تفاوت نگرش ها به مفهوم زیبایی و تناسب زنانه در دوره های مختلف تاریخی ما باشد. ترکان زنان چاق را بر زنان لاغر ترجیح می دهند و ایرانیان برعکس زنان لاغر میان را دوست دارند. به همین جهت وقتی می خواهند قامت یک زن زیبا را وصف کنند، اون رو به سرو تشبیه می کنند. پذیرش این اعتقاد که زنان ایرانی صرفاً به واسطه مصرف غذاهای چرب گرفتار چاقی می‌شدند، اندکی قابل تردید است. اگرچه که برخی مانند شاردن به انواع غذاهای چرب و استفاده از چربی گوسفند رو در زندگی ایشان پرکاربرد می‌دانند، ولی قول برتر این است که ایرانیان به ویژه زنان در مصرف غذا بسیار سنجیده و خوددار رفتار می‌کردند. آنتوان اولیویه در سفرنامه‌اش که مربوط به اوایل حکومت قاجارهاست در این باره می‌نویسد: اما با وجود این همه صفت در تنوع اطعمه، ایرانیان در سفره خود غذای بسیار صرف نکنند و همیشه به چیز کم قناعت نمایند. و همچنین پولاک هم اشاره می کند ایرانی در خوراک اعتدال و قناعت را رعایت می کند. در هر مقامی که باشد، باز مقداری نان، پنیر و سبزی صحرایی او را راضی و خوشنود می کند. در دوره بارداری زنان پرهیز معتدلی دارند و از پر کردن معده و جنب و جوش بسیار و فوق‌العاده خودداری می کند. اما اسب سواری رو بد نمی دانند و به آن ادامه می دهند. از این دست نوشته ها در منابع سیاحتنامه‌ای به فراوانی یافت می شود. اما نکته‌ای که نباید از یاد برد فضای بسته تحرک زنان در خانه و اندرون بوده. همین کم تحرکی که وجه غالب تصاویر زنان در سفرنامه هاست می تواند مهمترین اثر رو در فربهی و گاه تناسایی زنان ایران جدید از دوره صفوی تا دوره قاجار داشته باشد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.